درود به شما بینندگان گرامی، من حسین نقیپور برایتان در هر کجا که هستید سلامت و شادمانی آرزو می کنم و از اینکه همراه با برنامه دیگری از تلویزیون برابری هستید صمیمانه از شما سپاسگزارم. 8 مارس روز جهانی زن، روز همبستگی و مبارزه علیه نابرابری و تبعیض جنسیتی علیه زنان در راه. 8 مارس بهانه است برای تمرکز روی این موضوع. متاسفانه ستم و تبعیض علیه زنان همچنان در اشکال خشونت آشکار و نهان در سراسر دنیا علیه نیمه دیگر در جریان و خودشو نشون میده. مبارزه علیه این نابرابری و تبعیض و این ستم مسئله نیست که فقط منحصر به مبارزه زنان باشه، بلکه تمام جامعه برابری خواه و انسانی در قبال این موضوع مسئولیت داره و وظیفه منده. به ویژه مردان برابری خواه برای زدودن لکه ننگین ستم و خشونت علیه زنان وظیفه ویژه‌ای در این میان دارند و این مسئله در جامعه ایران که ستم به زنان در آن ریشه در فرهنگ، مذهب و سنت‌های آن داره اهمیت ویژه‌ای می‌یابه. از این رو از این هفته در برنامه تلویزیون برابری جای ویژه‌ای به مسائل مربوط به برابری خواهی زنان داده شده است. برای آغاز این برنامه گزارشی از سمینار تشکل‌های مستقل زنان دگر و همجنسگرا در آلمان داریم که در ماه ژانویه با موضوع زبان، قدرت، تفکر و جنسیت انجام گرفته. گزارش این سمینار رو سرور صاحبی از همکاران تلویزیون پاراتصویر که خودشون هم در این سمینار شرکت داشتند و سخنرانی داشتند تهیه و در اختیار ما گذاشتند. با تشکر از ایشان برایتان پخش خواهیم کرد. در بخش دوم برنامه این هفته همکارم حمید جهانبخش در مصاحبه‌ای با ستار رحمانی از فعالان اتحاد بین‌المللی برای حمایت از کارگران ایران به مسئله فاجعه بار دستمزدها در سال 91 و مبارزه کارگران حول آن بپردازند. اما ابتدا گزارش از سمینار تشکل‌های مستقل زنان که امسال در شهر هانوفر انجام گرفت. سالانه تشکل‌های زنان و زنان دیگر و همجنسگرای ایرانی در آلمان در هوای برفی ژانویه از تاریخ 18 تا 20 ژانویه در یوگن هربرگر هانوفر برگزار شد. از ساعت 11 روز جمعه گروه‌های زنان دسته دسته از شهرهای مختلف آلمان و اروپا وارد ورودی یوگن هربرگر شده و با استقبال برگزار کنندگان سمینار روبرو شدند. پس از نامنویسی و گرفتن کلید اتاق‌ها لحظه‌ای را برای استراحت در اتاق‌هایشان به سر بردند. آغاز برنامه‌ها از ساعت 19:30 شروع می‌شد. برنامه با خوشامدگویی سرور رسیمین در ساعت 19:30 آغاز شد. موضوع سمینار امسال جنسیت، زبان، اندیشه و قدرت بود. آفرینش همان خواندن و نامیدن است. من شما را صدا کردم. میان مرگ و زندگی. هستی که به من امید داد. امیدی که من باشم و شما را بار دیگر ببینم. در حقیقت هستی دوباره من پاره‌ای از حضور شماست. خوشحالم که توانستم میهماندار شما باشم. گرچه بیانم بیانگر گستره فکرم نیست، تنها میتوانم بگویم هستی من پاره ای از این جمع گونه گونه زنان است که آمیزه است از هستی در پویش همه ما. خوش آمدید
به 30 سمینار زنان در شهر زنان در هانوفر. با سلام و عصر بخیر به همتون. من از اونجا شروع میکنم که سرور تموم کرد به 37 سمینار سراسری سالانه تشکلهای زنان و زنان دیگر و همجنسگرای ایرانی خوش آمد. باید از بنیاد روزا لوکسانبورگ تشکر بکنیم برای پشتیبانی مالی که کرد از ما، و کلامم رو با چند سطر از مانا آقایی که قرار بود امسال اولین سخنران ما باشه از اینجا برای ما اشعارش رو بخونه، ولی متاسفانه درست چند روز، یکی دو روز آینده یه جراحی داره و نمیتونه امروز در جمع ما باشه، دو سروده کوتاه ازش رو با من سلامی به هممون اینجا میخونم. مردان، مردان همه در تاریکی به خانه من آمدن و بیان که در بزنن وارد شدن. آنان هر کدام یک تکه از قلبم را که آفتاب را در آن پنهان کرده بودم رو بودند و بی صدا رفتند، آهسته و پاورچین، مانند دزدان نیمه شب، هر یک با چراغی در دست. اقدس نوشته ای را در رابطه با از دست دادن منیژه فروهش تهرانی یکی از زنان فعال چپ خواند. دلت فشار عاطفی نمیتونست اینو برای شما ارائه بده، من برده گرفتم. دو هفته پیش منیژه فروهش تهرانی در هامبورگ به قتل رسید توسط فرزندش. خشمگینم که نتوانستم نجات هستی تو را، خشمگینم که نمیدانستم درد ناگفته تو را، خشمگینم از این تلخی خونین جگر شدن، با غربت و غریبی هم سفر شدن. کاشکی با گریه کردن آرام می شدم، کاشکی خواب بود این درد وقتی که بیدار می شدم. اما نمی شود فراموش کنم خنده نادرت را، تصویرت را از خواب بر می چینم و در آینه می نشانمش. آهسته و آرام به سان همیشه بیرون می آیی با لباسی هم رنگ مهتاب. ماه را از سکنج آسمان بر می داری و به جای مخمل گیسوانت می نشانی تا در سینت بتپد با نطفه بغض در گلو و دریا بر گونه هایم نگاهت می کنم. فریبم می دهی منیجه آمدی، اما دستانت گرمم نمی کنه. و فردوس میرآبادی نکات تکنیکی رو در رابطه با این سه روز مطرح نمود. میزگرد نقد فمینیستی دیالوگ بین زنان در تبعید با شرکت میهن روستا، منیره کاظمی و ناهید نصرت برگزار شد. متاسفانه سه نفر از دعوت شدگان به سبب مشکلاتی که برایشان پیش آمده بود نتوانسته بودند در این میزگرد شرکت کنند. سهیلا ابتهی معرفی شرکت کنندگان در میزگرد را به عهده داشت. میزگردان میهن روستا بود. هر یک از شرکت کنندگان 10 دقیقه نگاه خود را در رابطه با دیالوگ و زبان مطرح کردند و سپس پرسش هایی که میهن طرح کرد بحث را ادامه داد. موضوع بحث بیشتر روی زبان زنانی بود که در ایمیل لیست زنان حضور داشتند. منیره کاظمی معتقد بود این ایمیل لیست هدف اولیه خود را از دست داده و با ورود زنان جدید و گوناگون به ستیز یا خاموشی میان زنان گروه منجر شده است و معتقد بود چون اهداف و افرادی که در این لیست هستند متفاوتند، این اختلاف نظر به برخورد زبانی خشن منجر می شود. کار گروهی و جمعی را برای راه حل پیشنهاد کرد. مهشید پگاهی به بازتولید خشونت در روابط زنان پرداخت. از نظر وی زنان در گفتگوهای سیاسی اغلب فرهنگ خشونت را باز تولید می کنند.
ناهید نصرت ضرورت تشکیل ایمیل لیست را مطرح کرد که احتیاج زنان است و گفت این گفتگوها سبب می شود که ما به دیگری گوش بدهیم و بدانیم که حقیقت تنها نزد ما نیست. دومین روز سمینار با سخنرانی سرور صاحبی با نام رابطه زبان با اندیشه و جنسیت شروع شد. میزگردان این برنامه طاهره عسقری بود. سرور بر این باور بود که تعیین جنسیت از راه زبان صورت میگیرد و ما طبیعی نیستیم، بلکه ساخته شده زبان و در نتیجه اجتماع هستیم. هیچ جنسیتی برتر از جنسیت دیگر نیست و در جنبندی سخنانش گفت گرچه من زن از این زبانی که مرا ساختار بندی می کند بیرون نیستم، اما هیچ منی به زبانی که این من را ممکن ساخته محکوم نشده است، یعنی می توانیم تغییر ایجاد کنیم. پس از سخنرانی سرور نوبت به نیلوفر شیدمهر رسید. او سخن خود را با عنوان از اتاقی از آن خود تا میدانی از آن خود ارائه داد. تمرکز او در مقالهش روی متن اتاقی از آن خود نوشته ویرجینیا وولف و خنده مدوسا اثر هلن سکیسو بود. سعی کرد به سوال اساسی در زمینه ادبیات زنان در حد امکان پاسخ دهد. او اضافه کرد اتاق از منظر دیگر نمادی است برای تاریخ مردان که سالها نویسندگی و فلسفه را در اختیار خود داشتند. وولف می‌خواهد بگوید که خانه خارج از ساختارهای مردانه نیست و روزگار ساختن این تاریخ و یا خانه را به مردان داده است. شرکت کنندگان با پرسش‌های خود عمق بیشتری به بحث دادند. پس از صرف ناهار شورا مکارمی و منیره برادران درباره زبان و خشونت سخن گفتند. شورا مکارمی با استناد به تئوری جامعه شناس فرانسوی بوردیو درباره خشونت نمادین در جامعه صحبت کرد که از طریق زبان اعمال می شود و رابطه سلطه که رابطه طبقاتی و مبتنی بر قدرت است با ساختار جامعه و دولت در ارتباط است، مثل سلطه جنسی یا ملیتی. او مطرح کرد ارتباط و روابط اجتماعی از طریق زبان صورت می گیرد. شورا مکارمی که در پاریس زندگی می کند خشونت را در رابطه با زندان جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار داد، از خشونت و زبان دولتی سخن گفت و توهین به زندانیان، اجازه گرفتن برای به طور مثال برای نوشیدن آب یا حتی سکوت نگهبانان را ابزار شکنجه روحی ارزیابی کرد. او تغییر خشونت نمادین را در 30 سال گذشته ناشی از زبان و عادات حزب اللهی ها و طبقات پایین جامعه می دانست و مطرح کرد زبان و عادت قدرت حاکم از این طریق به دست آمده است. یکی از مؤلفه های این خشونت ساختاری را خشونت جنسی می دانست. منیر برادران که از دهه 60 در زندان جمهوری اسلامی بود معتقد است که زبان ابزاری است برای هجوم و نفوذ در ذهن و اعتقادات زندانی. همراه با خشونت جسمی و روانی زندانی به طور مداوم او را وادار به شرکت در آیین‌های مذهبی و مراسم عبادی می‌کردند که در آن دعا با شعارهای سیاسی در هم می‌آمیخت. پس از سخنرانی از ساعت 4 سه گروه کاری برای سخنرانی‌ها تشکیل شد که تا ساعت 6 ادامه داشت. نوبت به شام رسید و پس از شام در ساعت 8 شب برنامه هنری آغاز شد که فضای دلانگیز و شادی را ایجاد کرد. این برنامه با شرکت طاهره عسقری رقص، شریفه شاهزیدی سنتور و مونیکا هرمن ویولونسل برگزار شد. ابتدا طاهره عسقری همراه با ویولونسل مونیکا رقصی ژاپنی را با ماسک ارائه داد، سپس شریفه چند آهنگ با سنتور نواخت و بار دیگر طاهره با سنتور رقص زیبای ایرانی را به روی صحنه آورد. در پایان هم دیسکو پایان بخش برنامه‌های روز دوم بود. روز سوم اختصاص به ادبیات و هنر داشت. الهه علیزاده با شعر سپید و رابطهش با زبان ما را به فضای شعر و حس زنانه برد. آنگاه خانم مشعل حریر، خانمی افغان که 20 سال است در هلند اقامت دارد و از 6 سال پیش نویسندگی را شروع کرده است، ابتدا بخشی از رمان یک درد
یک دعا را برای شرکت کنندگان خواند که سرگذشت زنی بود که کنار گوری زانو زده و از نگونبختی خود سخن میگوید و داستان دومش با نام سپیده ها اینجا آرامند داستان زنی رقصنده را به تصویر میکشد که با پرستاری به گفتگو نشسته و به گونه جامعه مردسالار افغانستان را به نقد میکشد. آخرین سخنران روز یکشنبه خانم افغان محبوبه مقصودی هنرمند نقاش بود و که در رشته سرامیک و کار روی شیشه تحصیلات خود را به پایان رسانده، او تاریخچه کوتاهی از هنر پلاستیک و رابطهش با زنان مطرح کرد و در پایان از وضعیت زنان هنرمند در افغانستان گفتگو کرد که چگونه همچنان مورد نکوهش جامعه قرار می گیرند. در پایان اقدس شعبانی تاکید کرد این سمینار یک ایده سیاسی علیه حجاب اجباری بود که از هانوفر برخاست. شرکت کنندگان این سمینار با قدردانی از برگزار کنندگان به جهت تنظیم دقیق وقت و هماهنگ بودن سخنرانی ها تشکر کرد. گزارش دوست عزیز ما سرور صاحبی بود از سمینار سراسری تشکل‌های مستقل زنان دیگر و همجنسگرا که امسال در 3 روز همون گونه که در گزارش ملاحظه کردید در شهر هانوفر آلمان با موضوع زبان، قدرت، جنسیت انجام گرفت و حول این سخنرانی‌های متعددی بود که گزارش 3 روز را به طور مجزا در برنامه‌های آینده تلویزیون برابری برایتان پخش خواهیم کرد. اینک در بخش دوم و پایانی برنامه این هفته به مسئله فاجعه بار دستمزدها در جمهوری اسلامی در سال 91 و مبارزه کارگران علیه آن می‌پردازیم. در گفتگوی همکارم حمید جهانبخش با ستار رحمانی از فعالان اتحاد بین المللی برای حمایت از کارگران ایران. در پایان سال 91 قرار داریم. در اسفند هر سال شورای عالی کار حداقل دستمزد برای سال آینده را تعیین و اعلام میکنه. در سال 91 حداقل دستمزد 389,475 تومان بود. برای کارگران تعیین حداقل دستمزد اصلی ترین مسئله اوناست که با سرنوشت و زندگی روزمره همه اونا گره خورده. در برنامه امروز به اتفاق ستار رحمانی از اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران نگاهی میکنیم به مسئله حداقل دستمزدها. ستار عزیز درود بر شما و به این برنامه خوش آمدید. درود بر شما و شنوندگان شما. تشکر میکنم که این فرصت رو به من میدید صحبت کنم. ستار عزیز، ماده 41 قانون کار ایران به شورای عالی کار وظیفه داده که حداقل دستمزد کارگران را با در نظر گرفتن نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی و سبد هزینه خانوار تعیین کنه. بانک مرکزی تورم رو 26% اعلام کرده، در صورتی که کارشناسان مستقل اون رو بسیار بالاتر میدونن. از طرف دیگه یکی از اعضای شورای کار، شورای عالی کار، خط فقر رو 1,500,000 تومان برآورد کرده. شما فکر میکنید که با این وضعیت مسئله حداقل دستمزد در سال 99-92 چجوری میشه؟ والا در این که چجوری میشه نمیشه دقیقا به پیشبینی و پرداخت و به نظرم باید برگردیم به تاریخچه مبارزات کارگران توی ایران برای کسب دستمزد مناسب با تورم اقتصادی و مبارزاتی کردن توی این دوره. ببینید تا اونجایی که برمیگرده مسئله دستمزدها، دستمزد فقط به امسال ربط نداره، به یه تاریخچه طولانی ربط داره که کارگران از به نظرم بعد از انقلاب، بعد از سال 57 این خواستا و مطالباتشون روی زمین مونده
یعنی از همون ابتدای انقلاب مبارزات برای شرایط بهتر کار و دستمزد بهتر ادامه داشته، ولی کماکان دولت جمهوری اسلامی به همون شیوهی که قبلا دست اوائل انقلاب عمل کرده تاکنون عمل کرده است. و علی رغم این که میدونیم دولت جمهوری اسلامی میثاق‌های بین‌المللی سازمان جهانی کار را هم امضا کرده که بر طبق این سازمان اون میثاق‌ها و مقابله‌نامه‌هایی که 87 خصوص و 98 امضا کرده تشکل‌های مستقل کارگری آزاد باید باشن، یعنی بتونن بر سر دستمزدها با هم با تصمیم چونه بزنن با رژیم، بهتر باید بگیم. و همچنین این مقابله نامه تعیین میکنه که سه جانبه گرایی رو و هر صورت اینو تبلیغ میکنن توی این مقابله نامه ها که سه نفر نماینده کارفرما، سه نفر نماینده کارگران و سه نفر نماینده دولت باید باشه. این وقتی به صورت عمومی مطرح میشه شاید توی بعضی کشورها تا حدودی قابل قبول باشه، بتونه مؤثر باشه، ولی در رابطه با ایران این سه جانبه گرایی به این دلیل نمیتونه تأثیر بکنه روی افزایش دستمزد که نماینده کارفرما خود دولته و خود دولت که 70% صنایع بزرگ، یعنی بزرگترین سرمایه داره، بزرگترین کارفرما داره، کارفرما در ایرانه، یعنی این دو طرف وزنه چیز به نفع اوناست. پس از جانب دیگه میبینیم اونایی که به عنوان نماینده های کارگران توی این نشست ها شرکت میکنند کسایی هستند که از شوراهای اسلامی کار هستند و قبلا از خانه کارگر و غیره میومدن که اینا در باید تاریخ رو بیاد بیاریم دیگه، در اوایل انقلاب سرکوبگران شوراهای مستقل کارگری بودند، یعنی کسایی بودند که اون 500 نفر فعال کارگری که تو اون زمان کشتارها اعدام شدن همین شوراهای اسلامی، خانه کارگر، انجمنهای صنفی بودن که این فعالین کارگری رو به دست رژیم دادن و اینها رو اعدام کردن. خب این حالا خود اینها شوراهای اسلامی کار بعد از سالها و بعد از اینکه الان به نظرم سطح جنبش نسبت به قبل تا حدودی فرق کرده و جنبش تا حدودی تونسته خودش رو بشناسونه به جامعه و به دولت و دولت دیگه نمیتونه مثل سابق اینا رو کاملا انکار بکنه. و به خاطر همین وقتی میبینیم که هر روز مبارزات کارگری نه برای خواستها و مطالبات جدید، گفتم خواستها و مطالباتی که از همون اوایل انقلاب روی میز مونده و پاسخ گرفته نشده، اینا دیگه تونسته به یه حدی برسه که خود کمیسیون کارگری دولت جمهوری اسلامی هم دیگه نمیتونه این کار بکنه و تشکل‌های زرد یا تشکلاتی که دولت ساخته بود، بودجه میلیون‌ها براشون صرف کرده بود، این هم دیگه به انتقادگویی برای سطح معیشت کارگران افتادن. ببینید که شورای اسلامی کارم با سطح دستمزدی که تعیین شده موافق نیستن و این نه به خاطر اینکه اینها عوض شدن، شوراهای اسلامی کار عوض شدن یا خانه کارگر عوض شده، انجمن اینها، به خاطر اینکه این مطالبات مطالباتیه که خطر ریشه‌ای و ساختاری برای رژیم داره و اینا میخوان سوار این جنبش بشن و به همین دلیل میبینیم که در گفتگوهاشون، در مصاحبه‌هاشون، در رسانه‌هاشون مثل ایلنا که رسانه رسمی زبان کارگری به اصطلاح دولتی هستش، هم نیز میاد راجع به این مسائل صحبت میکنه و راجع به افزایش دستمزد صحبت میکنه. ببین دو تا مسئله هست، یکی دستمزد اسمیه که از طرف دولت هر سال تصویب میشه، همونطوری که شما هم در مقدمه فرمودید 389,000 تومان در سال 389,000 تومان در سال 91 بوده و هر چقدر هم کارگرا تلاش کردن که بقبولن به دولت جمهوری اسلامی که این خط شدید فقره، باز این تصویب شد. همون نمایندگانی که امروز هم باز سر صدا میکنن که
همونی که شما گفتید 1,500,000 تومان نیز هم خط فقر است در تبلیغاتشون در تمام رسانه ها اینو اعلام میکنن. باز میبینیم که وقتی به واقعیت تصویب بودجه بر سر یا تعیین دستمزد بر سر میرسه، همین نماینده‌هایی هستند که با حداقل با کارفرما و با دولت کنار میان و اینا تصویب میکنن. این مسئله دستمزد ها، چون شما سوال کردید که فکر میکنید در سال 99 چه خواهد شد، من میگم اون چیزی که دستمزدها را تعیین میکنه نه این سه‌جانبه گرایی، نه نماینده کارگرایی که مدعی نمایندگی کارگرا هستن ولی در واقع اینا با دولت هستن، در حقیقت اینا نمیتونه تعیین کننده باشه در تعیین دستمزد سال 92. اعتراضات کارگری که بر سر این صورت گرفته، از اعتراضات خیابونی، بستن کارخونه ها، رفتن جلوی مجلس، جلوی دفتر رئیس جمهوری و غیره، و اعتراضات پراکنده دیگه که در سال گذشته وجود داشته، مجموعه اینا تعیین میکنه که چقدر فشار بر دولت و این نمایندگان به اصطلاح کارگری و کارفرما اومده که اینا بتونن بر مبنای اون تصمیم بگیرن. چون اگر اصل 41 قانون جمهوری اسلامی رو که شما اشاره کردید نگاه بکنیم، دو تا فاکتور میذاره برای تعیین دستمزد. یکی میگه نرخ تورم و سبد هزینه یک خانوار 4 نفری. خب اگر بیایم به این فاکتورهایی که اصل 41 گذاشته نگاه بکنیم، یعنی نرخ تورم رو بررسی بکنیم، تمام اون آمارهای رسمی، من فقط یه اشاره به آمار رسمی در مورد نرخ تورم اینجا اشاره بکنم، در سال 91، یعنی اسفند 91، این نرخ تورمی که اعلام شده حدود 32%. ببینید یه متوسط میگیرم، ولی برگردیم به شروع فروردین 21%، از 21% تا 32%، اینا یه متوسط رو از این میگیرن. بعد میام میگم مثلا من نرخ تورم 27.3% یا 28%، ولی نرخ واقعی تورم اگه نگاه بکنیم، نقطه به نقطه بریم، ماه به ماه بریم، میبینیم که این نرخ تورم همینجوری در حال افزایش بوده. و این نرخ تورم رسمی بانک مرکزیه که بسیاری از حتی دولت مردان رژیم هم با این موافق نیستن، میگن این آمار واقعی نیستش و نرخ تورم بیشتر از اینه. واقعیت ها هم اینو نشون میده، یعنی با بسته شدن کارخونه ها و اخراج های بسیار زیاد و عدم پرداخت دستمزدها در سال جاری، نشون میده که این یه ور قضیه که خود کارفرماها هم مشکل دارن به خاطر تحریم های اقتصادی و هر چیزی که خودشون میخوان بگن، حامل انرژی و بقیه. این باعث شده که بیشتر خود کمیسیون اقتصادی دولت یه زمان اعلام کرد که 70% کارخونه یا در حال بسته شدن و یا در حال تولید 50% هن. و این نوع اخبار نشون میده که اقتصاد مریضه، اقتصاد در نه تنها مریضه بلکه در حالت بسیار فاجعه باری مریض هستش و این نرخ تورم نمیتونه درست باشه بر مبنای دوباره مقایسه ارزی ریال و ارزش ریال با دلار رو مقایسه بکنیم. ببینیم باز با بالا رفتن قیمت دلار تا اکنون شده پوند شده 5500 دلار، 4000 خورده، که اگه اینا با، یعنی در واقع ارزش ریال اومده پایین، ارزش ریال اومده پایین یعنی قیمت مواد مصرفی مردم رفته بالا، یعنی اون کالایی که به قول آقای رضایی، محسن رضایی میگفت 300 تومن، اینا سال قبل رو مقایسه میکرد، سال 90 میگفت 300 هزار تومن، 300 تومن سال قبل میگفت برابر 1000 تومن امساله، یا 1000 تومن امسال برابر با 300 تومن. این اگه مقایسه بکنید میبینید که یعنی 3 برابر، اگه به صورت درصدی حساب بکنیم 3 برابر، چون ارزش ریال 3 برابر اومده پایین، قیمت کالا 3 برابر
رفته بالا. یعنی اگر یک کالای واحدی رو در نظر بگیریم، مثلا گوشت اگر 10,000 تومان بوده، اینو باید ضرب در 3ش بکنیم، اون وقت می‌بینیم 30,000 تومان. ولی آیا دستمزد متناسب با این نرخ تورمی که 3 برابر شده، یعنی 390,000 تومان باید 3 برابر بذاری روش که تازه بیاد با این نرخ تورم اینا اعلام کردن، آره برابری بکنه، تا بشه خط فرق. من سوالم سوالم بیشتر معطوف به همین فاکتی بود که شما گفتید. اگر حداقل دستمزد در سال 91 389,745 تومان بوده، پس بنابراین اگه راست میگن این آقای رضایی که دبیر شورای مصلحت دیگه، اگه راست میگن بر سال 92 حداقل با اون محاسبات که شما کردین حداقل دستمزد باید بشه 3 برابر بشه. این چرا این موضع‌گیری‌ها برای چیه؟ این تناقض وقتی که به حقوق کارگر میرسن از کجا بیرون میاد؟ ببینید آره، مسئله بر سر اینه که در سطح جهانی نظام سرمایه‌داری ایران حلقه ای از نظام سرمایه‌داری جهانیه و این سرمایه‌داری جهانی در بحران. میبینیم در تمام اروپا ریاضت اقتصادی داره پیاده میشه و در قسمت‌های بودجه خدمات عمومی و غیره میزنن و میبینیم که در بعضی کشورهای اروپایی مثل یونان، اسپانیا و ایتالیا فاجعه باره در سر تورم و بیکاری و اینا. جمهوری اسلامی هم بخشی از اینه، منتها در حالت بسیار فاجعه بارشو در، یعنی با یه رژیمی تو سرکار داری که هیچ گونه تشکلات، میگم اروپا تشکلات مستقل کارگری وجود دارن، نمیدونم تشکلات مخالف دولت، احزاب چپ وجود دارن، با یه رژیمی سرکار داری که هیچ گونه از این تشکلات مستقل کارگری هم حق اظهار وجودی نمیتونن بکنن و این رژیم میخواد با همه این شرایطی که ایجاد کرده اون ریاضت اقتصادی رو هم پیاده کنه. میبینیم که آماری هم که اینو ارائه میدن به خاطر اینکه واقعیت‌ها رو کتمان نش بکنن، واقعیت‌ها رو به مردم نگن، آمار واقعی به دست مردم نمیده که باعث ناراضیتی بسیاری از اقتصاددان هم شده که اگر آمار واقعی ندیم ما دیگه اصلا نمیتونیم اقتصاد جامعه رو بررسی بکنیم. اینا در رابطه با آماری که میدن، حتی درآمد سرانه ملی، مثلا یکی از اقتصاددانای خود دولتی اعلام کرد که درآمد سرانه ملی در سال 91 9000 دلار، درآمد سرانه ملی 9000 دلار، یعنی هر نفر در ایران باید 9000 دلار درآمد سرانه ملی داشته باشه، که این میدونیم درآمد سرانه ملی به این معناست که هر صورت یه رقمیه که دولت میتونه ازش استفاده بکنه برای اینکه بگه اقتصاد ما در حال شکوفایی. و خودشون اعلام کردن، گفتن که رشد اقتصادی یعنی اینکه جامعه سرمایه‌داری داره سود تولید میکنه، هنوز میخوان اینو ثابت بکنن که اقتصاد ما در اون بحرانی که در کشورهای دیگه هستش در اون بحران نیست. رشد اقتصادی ایران سال 90 5.8 درصد، در سال 91 5.10 درصد اعلام کردن. خب این اون وقت با اون درآمد سرانه ملی که 9000 تومان گفتم میخوره. وقتی این تناقض اینجاست، اگر رشد اقتصادی دارید، اگر سرمایه‌دارتون سود میبرند، خب چرا بیشتر کارخونه ها رو میخوابونن دستمزد دو ساله، دستمزد هفت ماهه و چند ماهه کارگران رو نمیپردازن؟ یعنی اینا نمیخوان پاسخ بدن، اینا یه ور قضیه رو میگیرن که به جهانیان، به مردم نشون بدن وضع اقتصادی ما بد نیست، ما داریم با این رشد اقتصادی که اعلام کردن پیش میریم، ولی تناقض ایجاد میکنه وقتی میاد به اون واقعیت های زندگی. میبینیم که خب اگه رشد اقتصادی دارن، چرا کارفرمای شما حقوق کارگر رو نمیپردازه؟ نه، کارفرمای شما وقتی میاد به مسئله دستمزدها، بسیاری از این کارفرماها که 30 درصد هم نظر 70 درصدش خود دولت، این کارفرماهای کوچولی 30 درصدی میان میگن چرا دستمزد اصلا میخوان اضافه کنید؟ اگه دستمزد اضافه کنید ما دیگه تولید نمیتونیم بکنیم، برای اینکه اون وقت ما نمیتونیم دستمزد پرداخت بکنیم، بنابراین دولت باید مسئولیتشو به عهده بگیره و این دستمزد به صورت‌های دیگه‌ای از جمله هزینه آموزش پرورش، بیمه،
مسکن و غیره اینا رو اضافه بکنه ولی دستمزد واقعی بالا نره. و همه اینا به خاطر اینه که وقتی دستمزد واقعی در ایران بالا بره اون وقت سود سرمایه میاد پایین. هدف اینه که دولت جمهوری اسلامی نیروی کار ارزان رو به همون سطحی که میخوان نگه دارن و نذارن این نیروی کار به نقطه‌ای برسه که سود سرمایه لطمه بخوره. و به خاطر همین مخالفت‌ها برای افزایش دستمزد هم از طرف کارفرما، هم از طرف دولت و هم از طرف نمایندگان قلابی خودشون، هدف نگه داشتن پایین نیروی ارزش نیروی کاره که سود سرمایه بالا بره. ولی چون میبینن نارضایتی در سطح بسیار بالاییه، برای اینکه بتونن این نارضایتی ها را یکم تقلیلش بدن، میبینیم مثلا ایدانه میدن امسال 70,000 تومان به هر نفر. خب این اصلا معنی نداره توی یه جامعه که تو میبینی برای چی اینو میدی؟ اگه دستمزد متناسب با این نرخ تورم وجود داشت، ایدانه 70,000 تومانی رو میخوای به چه عنوانی اینو مطرح میکنی؟ اینو میرم برای تخفیف اون اعتراضاتی که ممکنه در شب عید مثلا پا بگیره و این به این گونه بالاخره مداواش میخوان بکنن این جامعه سرمایه‌داری مریض رو. این که آیا واقعا دستمزدها در سال 92 به اون درجه که همه دیگه اعتراف کردن 4 برابر 3 برابر افزایش پیدا میکنه یا نه، من میگم با این نمایندگان با این چیز حد اکثر اگه دستمزد رو بالا ببرن با همین نرخ تورم اعلام شده خودشون که میگن 21%، یعنی مثلا 20 بین 20 تا 25 درصد که حدودا میشه مثلا 500,000 تومان یا در این حدود حقوق ببرن بالا، برن که گفتم اینا هدفشون اینه که نیروی کار ارزون نگه دارن تا سود سرمایه به هر طریق ممکن این سود سرمایه در همون سطح خودش باقی بمونه تا این مریض ما، این سرمایه‌داری مریض ما به یه دوره دیگه بتونه بره. صدر جان، سوال آخرم اینه که مبلغ 389,470 تومان حداقل دستمزد سال 91 در بسیاری موارد شما گفتی اصلا پرداخت نشده، دستمزدهای عقب مونده بسیار زیاد بوده. در سال گذشته حداقل 140 حرکت کارگری صورت گرفته پیرامون پرداخت به موقع دستمزد، ولی خواست افزایش دستمزد با توجه به اینکه وضع اقتصادی به شدت خرابه، تورم وجود داره، پول ملی هر روز سقوط پیدا میکنه، کمتر دیده شده. یعنی به عبارت این آمار، کارگران برای حفظ وضع موجود مبارزه میکنن نه برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی خودشون. چگونه چپ و فعالان کارگری باید این طبقه رو برای مبارزه در جهت بهبود شرایط خودشون آماده کنن؟ چون کارگرها از خواستهای روزمره شونه که حرکت میکنن و به مبارزه کشیده میشن. با توجه به این چجوری میشه برای این مسئله کل طبقه رو به این مبارزه کشون؟ به نظرم سوال یکم سختیه، یعنی به این دلیل که یه باید برای درست پاسخ دادن به این سوال باید کل وضعیت جنبش کارگری بررسی بشه، بعد وضعیت چون به احزاب طرفدار طبقه کارگر احزاب سیاسی هم اشاره کردی وضعیت اینا هم بررسی بشه، ببینیم مثلا در چه موقعیتی هم که آیا امکان این که یک پارچه شدن اینها با جنبش کارگری یا همگام شدن اینا با جنبش کارگری در ایران امکان پذیره، تا چه حد اصلا خود این احزاب در جنبش کارگری مؤثر هستن، چقدر میتونن مؤثر باشن، و این یه سوال دیگه است. و اینکه تا چه حد باز ببینید جنبش کارگری ایران سعی کرد از تمام راه‌های قانونی جلو بره، این راه‌های قانونی به جمهوری اسلامی گفت که شما مقابل نامه 87 و 98 امضا کردید، این مقابل نامه میگه که این و این و این تشکر مستقل کارگری باید باشه، فلان باشه، دستمزدها به این شکل تعیین بشه، ولی هیچ کدوم از اونها هم رعایت نمیشه. در جامعه سرمایه‌داری روح تمام قوانین توسط این تعیین میشه که کی صاحب وسایل تولیده،
یعنی اگر مثلا جمهوری اسلامی میاد حتی قانون ماده 41 هم وضع میکنه اون عمل نمیکنه، به خاطر اینه که اون با شرایط خودش الان تناقض داره، یعنی قانونی که خودش هم نوشته نمیتونه. حالا کارگران تو ایران همه این مسیر رو دارن میرن، ببینیم که فعالین کارگری با تمام تلاش واقعا فداکاری و از خودگذشتگیه که این فعالین کارگری علناً با اسم رسم میان میگن که ما میخوایم از حقوق خودمون، از حقوق همکاران خودمون، هم طبقه های خودمون دفاع بکنیم و میستن، زندانی میدن، شکنجه میشن و فعالیت میکنن تا به اون درجه برسن. من به نظرم انتظار بیش از این از این یعنی این واقعیتیه که دیگه از این بیشتر از خودگذشتگی و چیز نمیشه، این غیر واقعیه و این تلاش شده در سطح علنیش. اون چیزی که کم بوده توی جنبش کارگری اینکه این جنبش کارگری نیروهایی که پشت صحنه بتونن فعالیت بکنن و اون فعالین علنی رو تقویت بکنن، این نیروها خیلی کم بودن. یعنی متاسفانه جنبش به یه حالتی رسید که علنی گرایی، فعالیت علنی و این چیز همه رو فرا گرفت و همه فعالین کارگری که واقعا گفتم با تمام وجود خودشون برای دفاع از حقوق کارگران اومدن توی میدون و همونطور که شما هم گفتی اینا اومدن تو میدون نه اینکه خواستای جدیدی رو مطرح بکنن. اعتراضات سر این بود که آقا حقوق منو دو ساله ندادی، حقوق منو بده، من زن و بچه‌م گرسنه است. ساعت کار تو ایران اصلا بی‌معنی، الان 8 ساعت کار، یعنی همون که میگه 389000 تومان خرج ده روزی یک خانواده هم نمیشه. خب آدم تعجب میکنه، خب این کارگر که این خرج ده روزش که نمیشه چجوری کار میکنه؟ ساعت اضافی، مجبورن ساعت اضافی کار کنن، کار دومی داشته باشن، دست فروشی و شغلای بسیار دیگه. و حتی خانواده های این کارگران، آماری که خود دولت اخیراً اعلام کرده در رابطه با خانواده های این کارگران میگن که 3.5 میلیون کودک از مدرسه فرار میکنن و میرن توی بازار کار مصنوعی و مثل دست فروشی و حتی توی کارگاه های کوچک به وضع بسیار اسفباری اینا استثمار میشن. خب اینا فاجعه باره برای جامعه و میبینیم که جنبش کارگری تو ایران همیشه عقب رونده شده تو این پروسه. کارفرما اصلا بی سابقه است در تاریخ جهانی سرمایه‌داری که سرمایه‌دار به کارگر بدهکار. اینا آقای احمد سیف میگه برای من یه اقتصاددان، میگه برای من این چیز نیست، قابل هضم نیست. یعنی اگه اینوری حساب بکنیم یک دستمزد دزدیه، تو کارگر میاری و حاضر هم هست این کارگر میره یه حساب میگه کار میکنم، شاید امیدی باشه، یه فرجی باشه در آینده، ما این یه سال همونه بگیریم، لاغا بهتر از هیچ هست. و با تمام، یعنی چی؟ یعنی اون کارفرمایی که این کارگران چجوری کارخونه کار میکنه، پس اگر سودی نداره، یعنی این سود دو برابر میبره، حقوق کارگران نمیده، ارزش اضافیشون هم که میگیره سودش رو میذاره توی جیبش، ولی میگه من حقوق شما رو نمیتونم بدم. اون چیزی که خود حالا نمیدونم تا چه حد این آمار درست هستن، یکی از این خود اقتصاددانای وابسته به دولت با اعلام کرده بود که هزینه یا کارفرما، یکی از کارفرما، هزینه نیروی کار در قیمت تمام شده کالا 10%. اگه واقعا 10%، یعنی 90% مواد خام و حامل های انرژی و بقیه هست، حالا این 10% چجوری میتونه روی شما تاثیر بذاره که شما توان پرداخت دستمزد نداشته باشی یا توان افزایش؟ چون 10% وقتی میگیم، این 90% هزینه های دیگه است که تا نمیدونم با این افزایش یا پایین اومدن قیمت ریال ممکنه تا حدودی هم به واقعیت نزدیک باشه. بنابراین هزینه های بیشتر شما اگه خودتون اینو اعلام میکنه، 90% شما چیزای دیگه است. این 10% رو نمیدید، این 10% رو بالا نمیبرید. اینو اگه جنبش کارگری بهش برسه، یعنی به این، من فکر کنم فعالین کارگری به این رسیدن، خیلی وقت هم رسیدن و
روش مبارزه میکنم، ولی این به عنوان یه نیروی مادی توی جنبش کارگری تبدیل بشه زمان میبره. من به نظرم به این آسونی و به این زودی این به یه نیروی مادی تبدیل نخواهد شد که یک جنبش، چون الان بحث بر سر اینه. ببین سطور، من اینکه یه جنبش را بیفته زیاد نظرم اینه، میگم که اگر کارگرا برای پرداخت به موقع دستمزدشون میان مبارزه میکنن، اعتصاب میکنن و میجنگن، قاعدتا برای بهبود شرایط وضعیت اقتصادیشون، یعنی برای افزایش حداقل دستمزدشون هم باید مبارزه کنن. الان پایان ساله، شورای عالی کار میخواد حداقل دستمزد رو تعیین کنه. خب اگر اعتراضی نشه، اگر بدنه کارگری، اگر کل کارگر رو نیان، خب مثل سال گذشته یه مبلغ بسیار کمتر 14% اضافه میکنه که هیچی نمیشه و بنابراین چیزی نخواهند گرفت. در کشور ما اگر کارگرها بخوان که جلوی سرمایه‌دار رو بایستن، حد در اون سطحی که از گرسنگی نمیرن، چون همونطور یه چیز جالب اشاره کردی، در دوره بردگی بردهدارا قادر بودن که نون، آب و جایی که برده‌ها رو میخوان تامین کنن. سرمایه‌داری که بردهداری نوینه اینو نمیتونه تامین کنه، یعنی نان و آب و مسکن این کارگرها نمیتونه تامین کنه، یعنی اینقدر نمیتونه پول بده به اینا که این مسئلهشون تامین بشه. من میگم که چرا گیر در کجاست که کارگران نمیان برای افزایش حداقل دستمزدشون مبارزه کنن؟ من میگم مبارزه میکنن، نه که مبارزه نمیکنن، چون بس بر سر اینه که چجوری مبارزه، چگونه باید مبارزه، آره چگونه میشه بهترش کرد یا چگونه میشه این مبارزه به درجه ای باشه که به یک نیروی مادی تبدیل بشه که اون وقتی که رژیم مجبور بشه اضافه کنه. چون من گفتم مثلا قانون، اگه قانونی پیش بیه، روح توان قوانین مالکیت است، مارکس یه جا گفته بود. اگه همینجوری بر مبنای قوانین جمهوری اسلامی تیکه تیکه به صورت پراکنده، من و تو، من کارگر و شما، تو یه کارگر، بریم اعتراض بکنیم، ممکنه یه جایی هم بگیریم کارگرهای ماهشهر بر علیه اون شرکت‌های پیمانکاری تا حدودی تونستن حقوقشون رو بگیرن، یا در جاهای دیگه هم کارگران لوله صفا مثلا تا حدودی حقوق موافقهشون رو قول دادن. البته بگیم این موفقیت های پراکنده وجود داره، داشته در خیلی جاها، ولی میدونم سوال شما اینه که حالا اینا چرا به هم وصل نمیشه. ما که درد میبینیم، همه کارگران میدونن درد یکیست. این دستمزدی که همه سرسداش در تمام رسانه ها و میدیای اینا پیچیده، که خب این 389,000 تومان، حتی اگه بشه 500,000 تومان، باید فقر شدید خانوادگی رو در بر داره و همه هم میدونن که فقر معنای خاص خودش رو داره، یعنی پیری زودرس میاره، جدایی خانواده ها رو میاره، مریضی های روانی رو میاره، جرایم جنایی و نمیدونم قتل و مجموعه این چیزا، یعنی از لحاظ نتایج اجتماعیش فاجعه باره و در یک پروسه طولانی مدت تاثیرش رو میذاره و این شرایط فاجعه بار تازه قابل تعمیر برای مدت ها نخواهد بود. حالا چرا طبقه کارگر این همین الان که اون به نظرم فعالینش تلاش میکنه، فعالین کارگری تمام تلاش رو میکنه که این جنبش بتونه به صورت سراسری، همین اتحادیه آزاد که گفته بود اگر که میخواستن تظاهرات بذارن دیگه جلوی وزارت کار، اجازه گرفتن ندادن، بردنشون سینجنشون کردن، بازخواست کردن توی اطلاعات که شما اصلا برای چی میخوانین تظاهرات بذارید، در صورتی که گفتن طبق قوانینشون تظاهرات آزاد است اگر مخل نمیدونم چیز جمهوری اسلامی نباشد. خب این قانون میتونه هر جوری تعبیر بشه دیگه، و نذاشتن اینا تظاهراتشون رو بذارن. بنابراین اون موانع آسونی نیست که به این زودی ما اینجا پیش بینی بکنیم که این جنبش خواهد توانست به اون نقطه برسه، ولی من دورنمای اون جنبش رو به این سرعتی که داره جلو میره میبینم و سرعت خوبیه، این سرعتیه که با تمام این موانع و کشتارها و شکنجه و خانه چیز، این داره راه خودش رو طی میکنه. درسته آهسته است، درسته قابل لمس نیست برای بسیاری، ولی این جنبش
و فعالینش میرم به اونجا. ولی متاسفانه اگه میخوایم در رابطه با سال 92 چیز بکنیم که چقدر میتونه موثر باشه در دستمزدها برگردیم به اون چیز، الان این جنبش اون توان اجتماعی مادی متشکل رو نداره، چون بحث بر سر زور و نه قانون، بحث بر سر توازن قواست نه قانون این رو نداره که بهشون بگه 2 میلیون تومان در ماه با این نرخ تورمی که اعلام شده این حد این حق ماست و بحران رو شما ایجاد کردید، چرا ما باید بپردازیم این هزینه بحران رو؟ بحران کارگران نیست، بحران سرمایه‌داریه، ولی هزینهشو میخوان اینا بپردازن. تو بحران ایجاد کردی، هزینه شما ما باید با گرسنگی و فقر و چیز بپردازیم. میگم به این نقطه خواهد رسید، ولی کی و چه زمانی نمیدونم. این میگم این جنبشه که داره جلو میره و نمیشه پیش بینی کرد، یا زمان داد یا تاریخ داداش، و باید ببینیم که در هر صورت میگم توی ایران آبستن چیز متاسفانه، ببخشید اگه میتونم ادامه بدم، با این شرایط فاجعه آمیزی که صحبت میکنیم از لحاظ اقتصادی، از لحاظ نرخ تورم، از لحاظ سطح زندگی مردم، از لحاظ مجموعه این اتفاقات سیاسی و اقتصادی و که اتفاق میفته، جامعه انفجاریه. و اون مسئله که ما اشاره کردیم در رابطه با تعطیلی کارخونه ها، در رابطه با این که باید 3 جا کار بکنی، این شرایط خوبی نیست، یعنی قابل دوام نیست. نه، از زاویه روانشناسی به مثلا من و تو اگه ببینیم که موقعیت کارمون در خطر اخراج میشیم، رقابت میکنیم با هم دیگه، یعنی شرایط رقابت آمیزی به وجود میاره و این شرایط رقابت آمیز در پشت سرش میبینه که من و تو نمیتونیم، شرایط انفجاری به وجود میاره که اعتراضات کور اجتماعی بهش میگن، اعتراضاتی که نه سر داره نه تو. تو این اعتراضاته که همون سال 88 هم به نظرم به نوعی اعتراضاتی بود که جنبش سبز روش نشست. حالا توی آینده من فکر کنم این اتفاقی خواهد بود که به خاطر همین تمام این اپوزیسیون های سبز و ملی مذهبی و مجاهد و هر و حتی خانه کارگر اینا خوابیدن، خودشون آماده میکنن به صف کشیدن که سوار اون جنبشی که خودشون نتونه سازمان بده و در حال انفجاره و این غولیه که بلند میشه و اینا اینو نگرش دارن برای منافع خودشون. ستار رحمانی عزیز از اتحاد بین‌المللی در دفاع کارگران برای شرکت در این مصاحبه از شما بسیار متشکرم. من هم از شما متشکرم که این وقت فرصت رو به من دادید تا گفتگوی حمید جانبخش بود با ستار رحمانی از فعالان اتحاد بین‌المللی برای حمایت از کارگران ایران پیرامون وضعیت فاجعه بار دستمزدها در جمهوری اسلامی و وضع فلاکت بار زندگی و معیشت کارگران به تاق بان و مبارزه کارگران علیه این وضعیت. همینجا برنامه این هفته نیز به پایان میرسد. از همراهی و توجه شما عزیزان صمیمانه سپاسگزارم. تلویزیون برابری روزهای یکشنبه هر هفته از ساعت 19:30 دقیقه و تکرار آن روز دوشنبه ساعت 11:30 دقیقه از کانال تلویزیون اندیشه خواهد بود. ما را از نقد و نظر خودتون از طریق شماره تلفن و پست الکترونیک تلویزیون برابری مطلع سازید. از این کار شما صمیمانه سپاسگزاری میکنم. هفته آینده 8 مارس روز جهانی زن خواهد بود و برنامه ویژه این روز مبارزه همه علیه نابرابری جنسیتی. پیشاپیش این روز را به شما عزیزان شادباش میگویم، با امید آینده و جامعه‌ای عاری از هر گونه نابرابری و تبعیض.